حضرت زهرا سلام الله علیها به 9 سالگی رسیده بود و با توجه به رشد جسمی مناسب و کمال عقلی بانوی فضیلت‌ها سبب شده بود که این خانم بین همه دختران ممتاز باشند. توجه و مهرورزی آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دخترشون به امتیازات این بانو اضافه کرده بود و به خاطر این کمالاتی که هیچ کس دیگه ای نداشت، خیلی از بزرگان عرب طبق رسم دیرینه اعراب پیش آقا رسول خدا می اومدن و از این دختر خواستگاری می کردن. قبل از امیرالمومنین علیه السلام افرادی مثل ابوبکر و عمر پیش پیغمبر می اومدن و آمادگی خودشون رو برای ازدواج با حضرت زهرا اعلام می کردن. اما همه اونها از پیغمبر یک جواب می شنیدن، اونم این که منتظر دستور الهی هستن. این دو نفر که از ازدواج با حضرت زهرا سلام الله علیها ناامید شده بودند با سعد معاذ رئیس قبیله اوس صحبت کردند و به خوبی فهمیدند که بجز علی ابن ابی طالب هیچ کس لایق خواستگاری کردن از فاطمه نیست. اشراف عرب دخترای خودشون رو به کسایی میدادند که تو قبیلهشون قدرت و زر و زور داشته باشند و به خاطر همین رسوم دیرینه اعراب خیلی از بزرگان عرب پیش پیغمبر اومدن تا از فاطمه خواستگاری بکنن. غافل از این که این دختر با همه دخترای دیگه فرق داره. حضرت زهرا سلام الله علیها به حکم آیه قرآن معصومه و کسی جز معصوم نمیتونه همسر ایشون باشه. به خاطر همین آقا رسول خدا مأمور بود که از طرف خدا به مردم بگه برای موضوع ازدواج فاطمه منتظر دستور خداست. تو دین اسلام هم تو بحث ازدواج به همشأنی عروس و داماد خیلی تاکید شده که یکی از مصداق‌های همتراز بودن عروس و داماد همشأنی تو بحث دین و اسلامه. خیلی از خواستگارایی که می اومدن پیش پیغمبر از جهت اجتماعی و اقتصادی مقام بالایی داشتن، اما همه جواب رد میشنیدن و همه اصحاب پیغمبر دیگه خوب فهمیده بودن که ماجرای ازدواج فاطمه به این آسونیا نیست و هر کسی نمیتونه همسر فاطمه باشه، هر چند جایگاه اقتصادی بالایی داشته باشه. همسر فاطمه زهرا باید کسی باشه که از نظر سجایای اخلاقی و مکارم دینی مثل پیغمبر باشه و این شخص هیچ کسی نیست جز علی ابن ابی طالب. پاسخهای منفی که پیغمبر و فاطمه زهرا به خواستگارها داده بودند و از اون طرف توجه ویژه پیغمبر به علی ابن ابی طالب باعث شده بود که یه عده‌ای تلاش بکنن تا یه سهمی برای به هم رسیدن علی و فاطمه داشته باشن. یه گروهی اومدن در خونه امیرالمومنین علیه السلام تا ایشونو تشویق به ازدواج با فاطمه بکنن، اما خادم حضرت گفت که علی تو نخلستونا داره کار میکنه. حرکت کردن سمت نخلستونا و اومدن به امیرالمومنین گفتن علی جان، دوست داری که با دختر پیغمبر ازدواج بکنی؟ امیرالمومنین در حالی که شوق از چشماشون دیده میشد اما سرشون رو پایین انداختن و حیا کردن. اون عده گفتن یا علی، تو از همه بهتر میدونی که پیغمبر جایگاه اجتماعی و پول براش مهم نیست، معنویت و ایمانه که برای پیغمبر مهمه. امیرالمومنین باغ و رها کرد، به خونه اومد، شترش رو بست و راهی خونه پیغمبر شد. موقعی که امیرالمومنین اومد برای خواستگاری حضرت زهرا، پیغمبر خدا تو خونه ام سلمه بود. علی ابن ابی طالب در زد. ام سلمه گفت چه کسی پشت دره؟ آقا رسول خدا قبل از اینکه خواستگار جواب بده فرمود ام سلمه درو باز بکن، کسی پشت دره که محبوب خدا و رسول خداست. امیرالمومنین وارد شد و به آقا رسول خدا عرض سلام داشت، کنار حضرت نشست، اما حیا به علی اجازه صحبت کردن نداد و علی چشماشو به زمین دوخت. پیغمبر خدا که از هر کسی علی ابن ابی طالب و روحیاتشو بهتر میشناخت به حضرت عرضه داشت فکر میکنم خواسته ای داری، خواسته دلت رو به من بگو که خواستت پیش من پیغمبر مستجابه. امیرالمومنین با یه صحبتهای شیرینی درخواست خودشونو به پیغمبر گفتن یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای شما. من خردسال بودم که شما منو از ابو طالب و مادرم فاطمه بنت اسد گرفتید و با مهر و محبت خودتون بزرگ کردید و از طعام و اخلاق خودتون من رو اطعام کردید. یا رسول الله، تربیت و هدایت من به دست شما بوده و به خدا سوگند که شما ذخیره دنیا و آخرت من هستید. الان که بزرگ شدم دوست دارم یه خونه و همسری داشته باشم که در سایه انس همسرم آرامش پیدا کنم. من اینجام تا دختر شما فاطمه زهرا رو ازتون خواستگاری کنم. خواسته من رو میپذیرید؟ پیغمبر خدا چهرهشون مثل گل شکفته شد
انگار که خیلی وقت منتظر شنیدن این صحبت‌ها هستند. فرمود علی جان راهی مسجد شو، منم در پی تو میام. بعد پیغمبر خدا به بلال دستور داد که همه مهاجر و انصار رو دعوت کن که همین الان بیان مسجد. همه تو مسجد جمع شده بودن. آقا رسول خدا به منبر رفت، بعد از حمد و ثنای الهی به مردم گفت: ای مردم، بزرگان قریش برای خواستگاری از دخترم پیش من اومدن، اما همه اونها جواب رد شنیدن که این جواب رد از سمت خدا بود نه از سمت من. تو همون لحظه جبرئیل بر آقا رسول خدا نازل شد، فرمود: یا رسول الله، خدای عالی اعلا می فرماد اگر علی ابن ابی طالب رو خلق نکرده بودم، از ابتدای نبوت آدم تا روز قیامت هیچ احدی همتا و همکف برای ازدواج با فاطمه نبود. پیغمبر این خبر جبرئیل رو به مردم رسوند و فرمود: ای مردم، خدای متعال تو عرش ازدواج علی و فاطمه رو رقم زده و عقد اونها رو خونده و ملائکه رو شاهد بر این عقد گرفته و به من رسول الله دستور داده که عقد علی و فاطمه رو رو زمین بخونم و شما رو شاهد بر این عقد بگیرم. همه تون بدون دعاگاه باشید که من فاطمه رو به عقد علی درآوردم. اگر هم براتون سؤاله که ازدواج با یه دختر 9 ساله چطور ممکنه، من قبلا ویدئوشو ساختم، لینکشو میذارم این بالا، حتما بعد تموم شدن این ویدئو تماشا بکنید. بعد از انجام خواستگاری و مراسم عقد، حالا وقت این رسیده که علی ابن ابی طالب اساسی برای منزلش تهیه بکنه و زندگی خودش رو با فاطمه زهرا شروع بکنه. آقا رسول خدا از داماد آیندهش پرسید: علی جان، آیا اندوخته ای برای این ایام داری؟ امیرالمومنین فرمود: یا رسول الله، شما از زندگی من بهتر خبر دارید. من یک زره دارم، یک شمشیر و یک شتر هم برای آب کشی. پیغمبر خدا فرمود: شمشیرت رو برای جهاد در راه خدا نیاز داری، شترت رو هم برای گذروندن امورات زندگی، اما زرهت رو بفروش و پولش رو پیش من بیار. امیرالمومنین هم درهم رو بین 400 تا 500 درهم نقره فروخت و مبلغ رو پیش رسول خدا برد برای تهیه اساس منزل. پیغمبر خدا هم یه مقداری از این پول رو به بلال حبشی داد و گفت برای عروس عطر بخر. باقی مونده یه پول رو هم به عمار یاسر داد و گفت اساس و لوازم زندگی علی رو تهیه کن. وقتی که ما به مراسم عقد و عروسی علی و فاطمه نگاه میکنیم، میبینیم همه توجه پیغمبر به این بوده که این مراسم در کمال سادگی برگزار بشه تا یه سرمشق نیکوی باشه برای بقیه جوانها. و حتی مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها هم 500 درهم نقره بوده که طبق محاسبات امروزی یه چیزی حدود 21 سکه بهار آزادی در میاد. تو روایات ما هم هست که علاوه بر این مهریه مادی، خدای مهریه معنوی هم برای فاطمه در نظر گرفت. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد پیش پدر و فرمود: یا رسول الله، میشه مهریه من رو شفاعت از گناهکاران امتتون قرار بدید؟ آقا رسول خدا این درخواست فاطمه رو از خدا خواست و خدای متعال اجابت کرد که فاطمه روز قیامت شفیع امت پیغمبر باشه. اما اینکه دوره نامزدی امیرالمومنین چقدر طول کشید، خود امیرالمومنین در یه خاطره زیبای این مسئله رو مطرح میکنن و میگن بعد از یک ماه از عقد با فاطمه زهرا، من هر روز مسجد میرفتم و پشت پیغمبر نماز میخوندم و بعد از تموم شدن نماز به خونه خودمون برمیگشتم، تا اینکه زنهای پیغمبر بعد این یه ماه اومدن پیشم و گفتن: آیا دلت میخواد که بریم پیش پیغمبر و تقاضای برگزاری مجلس عروسی رو بکنیم؟ امیرالمومنین فرمود: هر جور مختاری. همسرای پیغمبر اومدن پیش آقا رسول خدا و گفتن: یا رسول الله، علی ابن ابی طالب مشتاق که عروس خودش رو به خونش ببره، چشم علی رو به جمال فاطمه روشن کن و اجازه برگزاری عروسی رو بده. پیغمبر خدا فرمود: ما منتظر بودیم که خود علی این خواستش رو به ما بگه. همسرای پیغمبر عرض کردن: یا رسول الله، علی از شما حیا میکنه. پیامبر هم بعد از شنیدن این صحبت‌ها با برگزاری مراسم عروسی علی و فاطمه موافقت کردند و به همسرانشون فرمودن که مقدمات این مجلس رو آماده بکنید. مقدمات جشن عروسی حضرت زهرا آماده شد و آقا رسول خدا و علی ابن ابی طالب فرمودن: علی جان، یه غذای خوبی برای خانواده خود تدارک ببین. بعد خود پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن: گوشت و نان از ما، خرما و روغن بر عهده تو. امیرالمومنین میفرماد: من این مقدار خرما و روغن به پیغمبر خدا رسوندم. خود حضرت آستیناشون رو بالا زدن، شروع کردن به تف دادن روغن تو خرما تا یه حلوایی برای مراسم عروسی آماده بکنن. پیغمبر هم یه قوچ چاق و فربهی رو برای ما فرستاد،
قوچ ذبح شد و آماده پخت غذا. خود حضرت هم با دست مبارکشون یه عالمه نون برای ما پختن. بعد پیغمبر خدا رو به من کرد و فرمود علی جان، هر کسی رو که میخوای برای ولیمه امشب دعوت کن. امیرالمومنین راهی مسجد شد و دید که مسجد پر از جمعیته و حضرت حیا کرد که یه عده‌ای رو دعوت بکنه و یه عده‌ای تو مسجد باقی بمونه. برای همین روی بلندی رفت و صدا زد ای مردم، امشب شب ولیمه عروسی فاطمه است، هر کس که میخواد دنبال من بیاد. امیرالمومنین راه افتادن سمت خونه پیغمبر، یه جمعیت زیادی هم همراه ایشون را افتادن. آقا رسول خدا وقتی علی و این جمعیت زیاد رو دیدن، برای اینکه دلهوره از دل دامادشون برطرف بکنن، فرمودن علی جان نگران نباش، من از خدا برای این قضا برکت خواستم. تاریخ می نویسه همه مهمونها که حدود 4000 نفر بودن از اون دیگ غذا خوردن بدون اینکه ازش کم بشه. بعد پیغمبر چند تا سینی غذا پر کردن و برای همسرانشون فرستادن و بعد حضرت یه دوری برداشتن و توش غذا ریختن و فرمودن این هم برای فاطمه و شوهرش. بعد از تموم شدن مجلس عروسی، حالا زمان این رسیده که عروس و داماد راهی خونه خودشون بشن. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد پیش پیغمبر، اما به خاطر حیایی که داشتن یه لحظه نزدیک بود پاشون بلغزه و به زمین بخورن. پیغمبر دخترشون رو گرفتن، فرمودن فاطمه جان خدا تو رو از لغزش دنیا و آخرت حفظ بکنه. بعد روبند و از صورت فاطمه برداشتن و دست امیرالمؤمنین رو گذاشتن تو دست فاطمه زهرا. زندگی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا توی خونه ساده اما پر از مهر و محبت شروع شد که چلچراغ این خونه یاد خدا بود. حضرت زهرا سلام الله علیها باعث آرامش علی و امیرالمؤمنین تکیگاه فاطمه زهرا. خود امیرالمؤمنین توی روایتی بعد از نگاه به زندگیشون میفرمان هیچ وقت فاطمه از من نرنجید و هیچ وقت فاطمه من رو نرنجاند. هرگز فاطمه رو به کاری مجبور نکردم و هیچ وقت هم فاطمه من رو آزرده خاطر نکرد. فاطمه زهرا تو هیچ امری برخلاف میل من کاری نکرد و هر وقت به چهره فاطمه نگاه میکردم غم و غصه از دلم پاک میشد. شما اگر میخواهید این داستان عجیب از عدالت امیرالمؤمنین رو بشنوید، حتما این ویدئو رو ببینید. و جمله آخر، یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد. یا علی مدد.